سلامی گرم و صمیمانه به شما بینندگان کانال جدید. سهیلا دالمن هستم همراه با همکارم با برنامه دیگری از برای آزادی زندانیان سیاسی. با ما همراه باشیم. برنامه امروزمون اختصاص داره به اعدام‌های وسیعی که در سطح کشور داره صورت میگیره. جمهوری اسلامی از بعد به حاکمیتش با چوبه های دارش تونسته به بقای خودش ادامه بده. همزمان با اعتراضات سراسری در کشور، اجرای احکام اعدام شهروندان بلوچ افزایش چشمگیری داشته، به طور که از 29 مرداد ماه 1401 تا 14 اردیبهشت 1402 دست کم 130 شهروند بلوچ در زندان‌های مختلف کشور اعدام شدند، که ما در این روزهای گذشته شاهد موج وسیع دوباره از اعدام‌ها در سراسر کشور هستیم. از تاریخ 9 اردیبهشت تا 18 اردیبهشت در طی تقریبا 9 روز دست کم 26 شهروند بلوچ از جمله دو زن در 10 زندان کشور اعدام شدند. امروز با شیر احمد شیرانی، زندانی سیاسی سابق و مدیر رسانه هالوش رو همراه خودمون داریم تا نظر ایشون رو در این مورد داشته باشیم. خیلی خوش اومدین. در طی 10 روز گذشته اعدام دست کم 26 شهروند بلوچ در 10 زندان مختلف کشور انجام گرفته. حتی تعدادی از اونها فاقد شناسنامه بوده و همچنین 14 اردیبهشت نیروی امنیتی با یورش به منطقه کریم آباد زاهدان با خشونت تمام مردم رو ضرب و شتم کرده و 11 تن از نوجوانان و جوانان بازداشت شدن. به نظر شما این عمل جنایتکارانه، این قتل عمد دولتی و این یورش به مردم که خیلی نگران کننده است، دلیلش چیه این همه افزایش اعدام ها در روزهای اخیر؟ ما سلام خدمت شما. بله، همونطور که شما هم فرمودید، در طی روزهای گذشته یک موج جدیدی از اعدام ها مخصوصا شهروند در کل کشور و خب به ویژه شهروندان بلوچ شروع شده، که همونطور که شما عرض کردید در ظرف فقط 9 روز گذشته 26 شهروند بلوچ در زندان‌های مختلف کشور که طبق آخرین آمار در 11 زندان کشور اعدام شدن، که خب برخی از این زندانیان اعدام شده کسانی بودن که فاقد شناسنامه بودن ولی خب بلوچ هستند و در شهرهای بلوچستان سکونت داشتند. ببینید، اعدام شهروندان بلوچ تازگی نداره. ما در سال گذشته 1401 فقط 182 مورد اعدام ثبت کردیم در زندان‌های مختلف در 23 زندان، که اکثریت با بیش از 86 درصدشون تحت جرائم مواد مخدر بودن و خب 2 نفرشون خانم بودن از این تعداد. اخیرا هم از 9 اردیبهشت، یعنی در سال جدید در واقع 1402، موج اعدام ها شروع شد. تا اکنون 26 شهروند اعدام شدن، که باز در بین اینها هم دو نفر خانم هستن که یک نفرش تحت جرائم مواد مخدر بوده و یک نفر دیگه قصاص رد بوده. نکته در واقع حائز اهمیت و مشترک همه این زندانیانی که اعدام شدن، که ما با بعضی یا خانواده هاشون یا نزدیکانشون صحبت کردیم، مشکل در واقع روایت مشترکی که داشتن این بود که اکثرا کسانی بودن که در شرایط ناعادلانه محاکمشون، فرایند دادرسی و قضاییشون صورت عادلانه نبوده، امکان گرفتن وکیل نداشتند و در دادگاه هم در یک جلسه مختصر فقط صرفا اینا حضور داشتن و در واقع با همون وکیل تصویری که از خود دادگاه براشون تعیین شده حکمشون صادر شده و بعضا اجرا شده، و کسانی بودن که سابقه نداشتن و خدمت شما عرض بکنن که موادی هم که حالا کسانی که ازشون موادی هم بعضا کشف شده خیلی مواد خورده ای بوده، بعضا زیده 1 کیلو نیم کیلو. حتی خانم مدینه سبزوان که در زندان بیرجند اعدام شد در تاریخ 10 اردیبهشت، در واقع زیر نیم کیلو مواد رو پروندهش بوده که حتی از خودش کشف نشده، یک همجور میان داشته به اسم محمد شیبک و خب ایشون سرپرست خانواده بودن، از یک خانواده بسیار محروم در حاشیه شهر دالا منطقه شیرآباد زندگی میکردن و در واقع دادگاهشون اونطور که باید حداقل همون روال عادی و نرمالش رو که بعضا بازده میکرد انجام نشده. و اکثر کسان دیگه این کنه صحبت کردید کسانی هستن که زیر خط فقر بودن، افراد بی‌بضاعتی بودن که خاطر فقدانش و خاطر
بیکاری و کسانی بودن که بالاخره بعضی هایم که ازشون مواد انتقال شده خیلی کم بوده به خاطر جابجایی مقدار مبلغ کم بوده و این اعدامها اخیرا که در بعد از پیزریش سراسری و اعتراضات اخیر که همکن ما هر جمعه در زاهدان و بلوچستان شاهد هستیم در واقع یک نوع انتقام جویانه و تلافی جویانه هست اگر ما بخواهیم این عنوان بکنیم چون در حال متعددی هستش ما اکثر خونواده ای که صحبت کردیم یعنی وقتی به قرار بوده عزیزشون اعدام بشه چه اطلاعی نداشتن در واقع در خود عرف دستگاه قضایی و زندان ها قبل از زندان این بوده در گذشته که خانواده رو مطلع می کردن می اومدن یک دیدار و ملاقات آخر رو می تونستن با زندانی و عزیزشون داشته باشن که این در واقع موضوع اصلا انجام نشده بی اطلاع بودن و بعد از اینکه زندانی رو اعدام کردن روز بعدش با خانواده تماس گرفتن گفتن بیایید دنبال جنازه حتی بعضی هم نگفتن بیایید دنبال رو بیایید برای ملاقات وقتی اینا مراجعه کردن به زندان نامه دادن که برید از پزشکی قانونی جنازه رو تحلیل بگیرید خب این مشخصه که روی همون موضوع انتقام هست این مسئله اعدام ها که در واقع فشار مضاعفی وارد بکنن به مردم به سران طبایب به مولوی عبدالحمید که بقیره از ادامه و روند اعتراضاتشون دست بکشن چون که هر کدوم از این زندانی ها در واقع هر چند نفری از یک طایفه بزرگ هستن که در بلوچستان زندگی میکنن و خب در واقع غیر مستقیم اینو عنوان کردن حتی در سیگنال های خصوصیشون به سران و به افراد شاخصی که هستن مخصوصا که اونها در مورد اعدام موضع گیری کردن اخیرا خیلی از روحانیون اهل سنت در جمعه گذشته اومدن علیه موضوع اعدام سخنرانی کردن و گفته هیچ دلایل موجه شرعی و قانونی برای اعدام شهروندان وجود نداره مخصوصا شهروندانی که جرائم مواد مخدر هستن چرا که بالاخره با توجه به وضعیت استان بیکاری فقر مشکلات اقتصادی و بعضا همه این افراد بیشترشون تحت جرائم مواد مخدر بودن که اعترافات اجباری از اینها اخذ شده این اصلا دفاعیات اینها در دادگاه مورد توجه قاضی قرار نگرفته بسیار از پرونده ها دارای ابهام و نواقصی بودن حالا اگر وقت هست من میتونم اسامی این 26 نفر رو ذکر بکنم که خب بله بفرمایید شما رو مدینه سبزوان 39 ساله فرزند غلام داره 4 فرزند خردسال اتهام مواد مخدر زندان بیژن ده اردیبهشت ماه 1402 یک زن با هویت نامشخص در واقع ما هویتشو میدونیم خب بستگان و نزدیکانش گفتن که شما عنوان نکنید متأهل داره فرزند زندان زاران ده اردیبهشت 1402 موسی گرگیج 55 ساله فرزند حسین متأهل داره 5 فرزند مواد مخدر اتهام زندان مندرعباس 12 اردیبهشت احسان گرگیج 30 ساله فرزند سلطان اتهام مواد مخدر زندان بندر عباس 12 اردیبهشت محمد شیبک 33 ساله متأهل دارای چند فرزند اتهام مواد مخدر زندان بیژن 10 اردیبهشت عبدالله زاروزی 47 ساله فرزند روانخان دارای چند فرزند اتهام مواد مخدر زندان بیژن 10 اردیبهشت اید محمد شادمان متأهل دارای چند فرزند اتهام قتل زندان ایرانشهر 9 اردیبهشت محمود رحمانی فرزند رئیس متأهل دارای چند فرزند اتهام قتل زندان ایرانشهر 9 اردیبهشت امین الله کریمی قلجایی 40 ساله فرزند بیک محمد دارای 3 فرزند اتهام مواد مخدر زندان وکیل آباد مشهد 11 اردیبهشت نعمت الله ریگیلادیز 48 ساله فرزند حنیف متأهل دارای چند فرزند اتهام مواد مخدر زندان زاهدان 9 اردیبهشت گل محمد ناروی 31 ساله فرزند محمد اتهام قتل زندان زاهدان 10 اردیبهشت عبدالستار شاهوزی فرزند اکبر اتهام قتل زندان زاهدان 9 اردیبهشت صبور عبدالصبور شهبخش 32 ساله فرزند مهراب اتهام مواد مخدر زندان یزد 13 اردیبهشت لال محمد ناروی براهویی 43 ساله فرزند محمد اتهام مواد مخدر زندان مینا 13 اردیبهشت عبدالبصیر بجم توتازهی 29 ساله متأهل دارای چند فرزند زندان یزد اتهام مواد مخدر 14 اردیبهشت امیر رامش 34 ساله فرزند رضا اتهام مواد مخدر دارای چند فرزند زندان یزد 14 اردیبهشت حسین ریگی 38 ساله فرزند حسن زندان وکیل آباد مشهد اتهام مواد مخدر 11 اردیبهشت جابر امینیفر 30 ساله فرزند خانلی زندان بیرجند دارای چند فرزند اتهام مواد مخدر 9 اردیبهشت نور احمد نهتانی 40 ساله فرزند یوسف
بازداشت سال 99 اتهام آن مخدر در 14 اردیبهشت در زندان وکیل آباد اعدام شدند. ادریس گرگیج فرزند قاسم متولد 71 دارای 5 فرزند اتهام آن مخدر بازداشت در 400 در 14 اردیبهشت در زندان تربت جامع اعدام شدند. حبیب الله فقیر دادزی سخی 43 ساله فرزند مولاداد اتهام آن مخدر اعدام در 14 اردیبهشت در زندان اصفهان. محمد برگدادزهی ریگی 31 ساله دارای 3 فرزند اتهام مواد مخدر در 14 اردیبهشت در زندان وکیل‌آباد مشهد. یونس ریگی رخشانی متولد 65 فرزند شهنور دارای 6 فرزند ساکن زارا اتهام مواد مخدر اعدام در 18 اردیبهشت 1402 زندان شیراز. محمد احمدی 45 ساله فرزند رضا دارای 3 فرزند اتهام مواد مخدر در 18 اردیبهشت زندان اصفهان اعدام شدند. یاسر رخشانی 29 ساله اتهام قتل اهل زادان اعدام در 18 اردیبهشت زندان زادان. خدمت شما، یک زندانی دیگه بلوچ هم اعدام شده با هویت نامشخص ساکن شهرستان رابور کرمان اتهام مواد مخدر در 18 اردیبهشت که خانوادش تا دیروز اطلاع نداشتن، یعنی کسی دنبال جنازش نرفته بود پزشک قانونی شیراز که در زندان اعدام شده بود. این مواردی بود که ما 26 نفر رو ثبت کردیم، منتها که سر دیگه هست افرادی که بالاخره دنبال جنازه بستگانشون و عزیزانشون رفته بودن، اونا میکردن که جنازه های دیگه از اعدام شدگان بودن که بعضی از شهروندان بلوط بودن که بی اطلاع بودن خانواده ها و در واقع به صورت مخفیانه اعدام شدن و جنازه ها در سرخانه بوده. منتها هنوز اونها رو ما اعراض هویت نکردیم، در دست بررسی هست. این 26 نفر در ظرف 9 روز گذشته اعدام شدن. یک موردی هم دیروز ما داشتیم که ما اضافه کردیم. وجه مشترک این اعدامی ها، خب 20 نفرشون در واقع اتهام مواد مخدر بودن و 6 نفر قتل. خب خود موضوع قتل هم کسانی بودن در نزاع دست جمعی بودن یا بعضن پرونده هایی که نزاع دست جمعی باشه، در واقع تشخیص قاتل به سختی در واقع هست و قاضی بر مبنای علم خودش در واقع رای رو صادر کرده تا بر اساس قرائن و شواهد موجود در پرونده ها. که خب خیلی از خانواده ها و نزدیکانشون هنوز هم عنوان میکنه که زندانیشون بیگناه بوده و خب بخاطر پارتی و بخاطر پولی که طرف مقابل تونسته خرید بکنه، دادگاه رو در واقع سمت خودش رایش رو پیشونده و خب حکم اعدام صادر کردن. در کل موضوع اعدام امروز در جامعه سیستان و بلوچستان مخصوصا الان یک چالش و یک حساسیت خاصی وجود اومده که مردم یعنی دارن واکنش نشون میدن و وقتی که روحانیون سطح اول استان اهل سنت میان واکنش نشون میدن و دلایل شرعیش رو زیر سوال میبرن که جمهوری اسلامی در واقع موضوعی که دهه ها رو این موضوع مانور داده و توجیه کرده ادامه ها رو به دلایل استنباط های شرعی که خب همه چالش هست و نقص حتی حیات هست در واقع، چرا که بس در وسطای برای مسائل اقتصادی و معیشتی حداقل در مناطقی که ما ادامه ها رو زیاد شاید هستیم وجود نداره، خب مردم ناچار هستن این مسائل رو قرار میگیره. در خدمت. بله، خب در کنار اعدامهایی که روزانه داره انجام میگیره، خبر حاکی از این هستش که تعدادی از زندانیان به طور مشکوکی دچار مسمومیت شدن در زندانها و تا به حال چند نفر جان خودشون از دست دادن که این خبر مربوط به روز نهم اردیبهشت هستش که 9 زندانی در زندان فاریابی گنبد کاووس به طور مشکوکی مسمومیت شدن و 2 نفر از شهروندان برای جان خودشون از دست دادن. همچنین راهله نارویی اگر اشتباه نکنم همسر مجید دیارگر زندانی بلوچ جان باخته که در اثر مسمومیت مشکوک در زندان گنبد در بازداشت به سر میبره. آیا جزئیات بیشتری از مسمومیت های مشکوک در دسترس هستش و علت بازداشت راهله نارویج چی میتونه باشه؟ بله، این موضوع اتفاقا ما مطلع بودیم و تحقیقات تقریبا وسیعی هم انجام دادیم از منابع مختلف از برخیر کسانی که در اون زندان‌ها بودن. در تاریخ 8 اردیبهشت در واقع البته این روایت یه خورده متفاوت هست، بعضی عنوان میکنن که 9 نفر زندانی و بعضی 8 نفر و بعضی بیشتر. منتها ما همون 8 نفر رو مد نظر قرار دادیم چون از منابع قوی تر به ما رسید. خب بعضی از زندانیان دچار
مسمومیت مشکوکی میشن و داخل بند. وقتی مراجعه میکنن به افسر نگهبانی خیلی با مدت طولانی در واقع به اینها رسیدگی میشه و اینها منتقل میشن به واحد بهداری زندان فاریابی بنبر. یعنی اینها در ساعت 6 بعد از ظهر در واقع مسمومیتشون حاد میشه و خب همبندی هاشون مطلع میکنه واحد بهداری و افسر نگهبانی رو. خود ساعت 9 شب به اینها در واقع اجازه میده از بند برن برای بهداری. اونجا هم در بهداری هم چند ساعتی معطل میشن تا اینکه خیلی وضعیتشون وخیمتر میشن و منتقل میکنن به بیمارستان خارج از زندان. در بیمارستان متاسفانه دو نفر از این زندانیان که بلوچ بودن به اسم مدید دیارگر سفرزایی فرزند حمید متأهل بوده داره سه فرزند و ساکن آزادشهر و یک زندانی دیگه به اسم نور احمد محمود ثابت صالح شاهوزایی فرزند نور احمد که خب اینا ساکنین همون منطقه هستن. اینها جونشون از دست میدن. بعد خودش عرض بکنم دو روز بعد از این مسئله در واقع خانواده مجید دیارگر مراجعه میکنن به اداره آگاهی و زندان و اداره آگاهی پزشکانی به خاطر در واقع ترخیص جسد و در واقع طی روال قانونی برای تحویل گرفتن جنازه که خب اونجا خانم مجید دیارگر زندانی جان باخته به اسم راحله ناروی بازداشت میشه، خودش و برادرش، و برادرش بعد 24 ساعت آزاد میشه و خب خانم ناروی رو نگه میدارن که هنوز هم بازداشت هست در زندان فاریابی گنبد. حالا اتهامی که به ایشون وارد نشده، ما منتها دو روز قبل از مسمومیت زندانیان یعنی در واقع ملاقات داشتن. حالا برداشت خود ما این هست که احتمالا میخوان عنوان بکنن که مسمومیت به خاطر مواد دارویی بوده که از بیرون زندان منتقل شده و بعضا توسط خانواده زندانیان. خب در اون روز تنها ایشون ملاقات نداشتن، بسیاری از زندانیانی که در اون بند بودن ملاقات حضوری داشتن. ایشون چیزی رو نپذیرفتن، اصلا اطلاعی نداشتن از موضوع و آگاهی هم در واقع طبق آخرین اطلاعاتی که به ما رسیده عنوان کردن که ما پرونده مجید دیارگر و خانم ناروی به ما مربوط نمیشه، ما نمیدونیم چرا ایشون رو پروندهش رو به ما ارجاع دادن. حالا ایشون بازداشت هستن و خودشون هم چیزی رو که عنوان بکنن، یعنی اتهامی علیش مطرح شده، یعنی که اینها اتهامی رو پذیرفتن، چیزی وجود نداشته، هنوز ممنوع تلفن و ملاقات هست و حالا وکیل گرفتن، هزینه وکیل هم مثل اینکه زیاد هست. اینطور که ما شنیدیم حداقل چیزی نزدیک به 100 میلیون تومان تقاضا کرده که خب مقدار 5 میلیون در واقع خانواده تونستن جور بکنن بدن. منتها مسئله این هست که زندان به خاطر فرار از بار مسئولیت مسمومیت زندانیان میخواست اینو این موضوع مطرح هست که در واقع خانواده زندانی رو مقصر جلوه بده و متهم جلوه بده، چرا که ما در ممنون تجربیات خونه اصلا فردی خانواده هی زمین وقتی مراجعه میکنه برای ملاقات قبل از ورود به سالن ملاقات تفتیش بدنی میشن، بازرسی میشن و افسر نگهبان هست، نیروهایی که اونجا در رسط بازرسی هستن به شدت کنترل میشه و همچی چیزی جز محالات هست که بتونن زندانی در واقع خانواده بخواد همچی چیزی رو وارد بکنه و خود این زندانیان هم در واقع بگیم اعتیاد داشتن، همچی چیزی نبوده، زندانی های سالم بودن، احکام اعدامی هم نداشتن، جرائم عمومی محسوب میشدن. ولی منتها این موضوع مطرح شده و یک بار خود رئیس زندان آقای سرگلزایی رئیس زندان فاریابی گنبد در داخل من جلوی بقیه زندانی هم با مجید دیارگر در واقع یک مشاجره لفظی داشتن و تهدید کرده به مورد ضرب و شتمش رو قرار داده. آره موضوعش سر انضباطی حالا عنوان میکنه از طرف زندان، ولی اصل موضوع دقیقا مشخص نیست و وضعیتش هم مجهول هست، یعنی که نه تفهیم اتهام شده نه در واقع وکیل رو پرونده خانم ناروی رفته و گمان ما این هست که زندان میخواد در واقع این مسئولیت کشت جان باختن دو تا زندانی رو مسئولیت بقیه زندانیان رو در واقع بندازه به گردن خانواده ها کرده. حالا از ادامه شکایت و پیگیری احتمالا منصرفش حداقلش این هست. بله ممنون از توضیحاتتون و تشکر میکنم از حضورتون. زنده باشید. در اعتراض به اعدام زندانیان بلوچ و همچنین در حمایت از فراخوان 19 اردیبهشت معلمان، دانشجویان دانشگاه اصفهان دست به پخش
شبان‌نامه در دانشگاه زدن. در اعتراض به اعدام ها گروخ ایرایی، زهره سر، نسرین جوادی، سپیده قلیان، بهاره هدایت و نرگس محمدی از زندان اوین پیامی رو انتشار دادن و در این پیام اومده ما زنان زندانی در اوین اعدام، کشتار و مردم‌کشی توسط حکومت استبدادی رو محکوم کرده و خواهان توقف سریع آن هستیم. ما در کنار مردم پاخواسته که بر تحقق هدف جنبش انقلابی خود یعنی پایان بخشیدن به حکومت دینی استبدادی اصرار می‌ورزند ایستاده ایم و اعلام می‌کنیم که حکومت با سرکوب مردم و ایجاد رعب و وحشت از طریق کشتن راه به جایی نخواهد بود و محکوم به فناست. ما از مجامع بین المللی و رسانه‌های جهانی تقاضا داریم با حمایت گسترده از مردم و فشار بر جمهوری اسلامی مانع تداوم خشونت حکومتی شوند و به تحقق اراده مردم ایران یاری رسانند. در این بخش از برنامه می‌پردازم به سرخط خبرهایی از زندانیان سیاسی و بازداشت شدگان. علی مجدم، محمد رضا مقدم، معین خنفری، حبیب دریس، عدنان قبیشاوی، سالم مصیبن، 6 زندانی سیاسی محکوم به اعدام زندان شیبان اهواز برای اجرای حکم به سلول انفرادی زندان اهواز منتقل شدند. حکم اعدام 3 متهم ردیف اول خانه اصفهان در دیوان عالی کشور تایید شده. دیوان عالی کشور فرجام‌خواهی مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی را رد کرده و حکم اعدام اونها را تایید کرده. گامه چوبین، مادر جاویدنام آرتین رحمانی با انتشار مطلبی از محرومیت برادرش فائد چوبین از دسترسی به خدمات درمانی پس از شکنجه توسط نیروی امنیتی خبر داد و نوشت پسر 17 ساله من آرتین را کشید و برادرم را 28 روز است که روبوده اید و تحت شکنجه دندانها و بینی او را شکسته اید و با وجود مشکل تنفسی برادرم از رفتن او به بهداری ممانعت میکنید. با شکنجه و تهدید تنها آتش خشم ما را شعله‌ورتر میکنید. ما نه سکوت میکنیم و نه خواهش میکنیم. برادرم فؤاد چوبین باید فوراً آزاد و تحت درمان قرار بگیره. آتکه رجبی، معلم معترض 19 اردیبهشت در حالی که برای شرکت در تجمع معلمان شهر مشهد از خانه خارج میشد بازداشت شده. و اما بشنویم از وضعیت امیر حسین مرادی، زندانی سیاسی سابق که در پی یورش نیروهای امنیتی رژیم جمهوری اسلامی به منزل پدریش بازداشت و به مکان نامعلوم منتقل شد. رامین سفرنیا، وکیل آرش صادقی، از صدور حکم 4 سال و 3 ماه زندان برای او در دادگاه انقلاب تهران خبر داد. سهیل عربی، زندانی سیاسی سابق که در اواخر اسفند ماه 1401 از زندان رجایی شهر کرج آزاد شده بود، جهت تکمیل محکومیت 2 سال تبعید خود به شهرستان برازجان اعزام شد. بنابر اخبار رسیده امروز 20 اردیبهشت حکم اعدام 7 نفر اجرا شد. نام 3 تن از آنها حسین پنجک، عبدالحسین امامی، مقدم و بابک آقایی هستش. بنابراین خبر خانواده محکومان به اعدام از شب قبل مقابل زندان تجمع کرده بودند، از سوی ماموران زندان مورد حمله و تجندزی قرار گرفتند. در ادامه جوانان شجاع حاضر در محل در اعتراض به این عمل شنیع و وقیع ماموران و دستور شلیک حکومتی با سنگ به مقابله با مزدوران پرداختند. کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی از تمام آهاد جامعه میخواد به اعدام این قتل عمد دولتی اعتراض کرده و اعتراضات شنبه 13 می علیه اعدام ها در سراسر جهان را سازمان بدن و یا به اون بپیوندند. با هم کلیپ ویدئویی تجمع خانواده در مقابل زندان قزلحصار رو ببینیم. Come on!
جان بازداشت شدگان، جان زندانیان سیاسی در خطر استش. کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی لیستی از بازداشتیان زیر حکم محاربه و اعدام رو تهیه و منتشر میکنه. این لیست هفتگی به روز میشه. از تک تک شما هموطنان و انسانهای آزادی خواه میخوایم که صدای فریاد آزادی این زندانیان سیاسی در گوشه گوشه این جهان باشید و کمک کنید تا مانع اعدام جوانان و مردم معترض جامعه و هر شکل و طریق ممکن شوید. بله، جان بازداشت شدگان و زندانیان سیاسی در خطره و شما هم با ارسال اخبار و گزارشات از طریق شماره تلفنی که در پایین صفحه ملاحظه میکنید و همچنین از طریق راههای ارتباطی صدای زندانیان سیاسی باشید. در اینجا میخوام یادی کنم از فرزاد کمانگر، معلمی که در قلب میلیون ها نفر زنده است، معلمی که به دانش آموزانش درس انسانیت یاد داد. فرزاد کمانگر سرگاه 19 اردیبهشت 1389 و همراه علی حیدریان، فرهاد وکیلی، شیرین علم‌هولا و مهدی اسلامیان در زندان اوین به دار آویخته شدند. 13 سال پس از اعدام فرزاد، صدای پرتوان معلمان و اعتراضات مستمر آنها با وسعت بیشتر به پیش می رود و دانش آموزان صدای آزادی را هرچه رساتر فریاد زدن. بشنویم بخشی از صحبت‌های فرزاد کمانگر. هم بندی هم درد سلام، منم بندی بند اوین، این منم دانش آموز آرام پشت میز و نیمکت‌های شکسته روستاهای دورافتاده کردستان که عاشق دیدن دریاست. منم به مانند خودتان راوی قصه های صمد اما در دل کوه شاهو. منم عاشق نقش ماهی سیاه کوچولو شدن. منم همان رفیق اعدامیتان. مگر میتوان پشت میز صمد شدن نشست و به چشمهای فرزندان این آب و خاک خیره شد و سکوت کرد؟ مگر میتوان راه دریا را به ماهیان کوچولوی این سرزمین نشان نداد؟ حالا چه فرقی میکند از عرس باشد یا کارون، سیوان باشد یا رود سرباز؟ چه فرقی میکند وقتی مقصد دریاست و یکی شدن وقتی راهنما آفتاب است؟ بگذار پاداشمان هم زندان باشد. مگر میتوان در قهر سال عدل و داد معلم بود و الفبای امید و برابری را تدریس نکرد حتی اگر راه ختم به اوین و مرگ شود؟ مگر میتوان در سرزمین صمد معلم باشی و همراه عرس جاودانه نگردی؟ راه پرفراز و نشیبتان روزی هموار خواهد شد، سختی و مرارت های آن نشان افتخاری خواهد شد تا همه بدانند که معلم معلم است حتی اگر صد راهش فیلتر گزینش باشد و زندان و اعدام، که آموزگار نامش را و افتخارش را ماهیان کوچولویش به او بخشیدند نه مرغان ماهی خوار. منم همان رفیق اعدامیتان. به پایان برنامه امروزمون رسیدیم. تا برنامه دیگری از برای آزادی زندانیان سیاسی، برای شما سلامتی و پیروزی رو آرزو مندم.